اینا بازم بخون، من بمیرم یه چشمه دیگه هم بخون. خسته شدم، این آهنگ چهارمیه، باشه بعد جونتو برای جون نمیشه. اخشم کشته یه چشمه دیگه هم برای آجید بخونه. ده برو آقا. چه؟ جواد آقا برم اما کجا هست خراب؟ برم که بچه ها نمیذارم. افتو بچه ها نمیذارم. بشیم ازاد تو از حلقومت بگیشتم ایرون. بشیم کم این از آمد دیگه تو برم کن. راست میگه دیگه پوز مولود، آواز نخونده پول خبری نیست. راست میگه نخواد پول بدی، بفرمایید. آره خاک بر سرت کنن، چرا گذاشتی برم؟ درست برو پول بگی. اون زبون صاحب بردت آبله در میورد یه دفعه دیگه میخوندی؟ آخه من... خفه شو! همین تو و امثال تو این چه کافه منو به این روز سیاه نشوندی؟ جوابی افتضاحات کی میده؟ قربان جواب طلبکارها رو کی میده؟ خفه شو! چش! بله راست بگه جواب طلبکارها رو کی میده؟ تو میدی؟ میخوام ببینم تو میدی؟ آخه من بیچاره با 100,000 تومان قرض چه خاکی به سرم بریزم؟ این 3-4 تا مشتری هم که راضی نگر نمیدارین اقلا حساب میزشونو بدن. میخورن سرشو میریزن پایین مثل گاو میره بیرون. برای تو هم فرق نمیکنه خانم خواننده. آقای مدیر شما چه وضع منو؟ من چه که شما مادر پیر دارید برادر کوچک دارید. من که دارو ریتام والا کردم. اینجا کافه است خانم، میفهمی؟ کافه است. بله، کافه است، کافه. این چند روزم که تا آخر ماه باقی مونده، اگر مرتب و سر وقت برای تمرین آواز حاضر نشی، حقوق تو به عنوان جریمه توقیف میکنم. از اول ما فکر خواننده دیگه بکنیم. چش بفرمایید. چه بفرمایید؟ خیال کرده اینجا قهوه خونه اش، نمیدونه کافه. ما هم رفتیم خواننده برای خودمون آوردیم. پری مدیر چی میخواست؟ میخواست عذرمو بخواد. راستی؟ نه بابا بیرونت کرد. آره از اول ما باید یه کار دیگه پیدا کنم. قربان تو. بعدی من فن. حضرت علیه پروین خانوم امشبم با اتومبیل شماره 11 به دولت نزول اجلال میفرماین. حالا دیگه تو هم واسه ما آدم شدی؟ ببین ماما، اگه طلبکارا فردا اومدن یه طوری ردشون میکنین، نرفسشون سر منو. نه خیر آقا، نه خیر، مطمئن باشین ردشون میکنم. اما راجع به حقوق عقب افتادن. چطور؟ هر ما حقوقتو باید عقب بیافته؟ چرز کنه برج دیگه باید اول بشه، فهمیدی؟ اول. بله، زحمت بکشی اول میشی. بله من بیگی کلاتو اول بشه. مگه مسابقه است که اول بشه؟ آقا نه اول بالاخره کرایه عقب افتاده رو کی میخواییم بدیم؟ فخری خانم قول میدیم که آخر این ماه حتما کرایه شما رو بدیم. همش این ماه اون ماه میکنی، این که بعضش نمیشه. خدا دیگه این دفعه آخره. خیلی خوب ببینیم و تعریف چشم کنیم. چشم. خلاصه مجبورم نکنی جلو پلاستونو بریزم تو کوچه. چشم.
این دفعه خیلی سخت گرفته، بعد پولشو بدیم. نمیدونه که با این واسه پول مولم خبری نیست. اون که این حرفا رو نمیفهمه. یواش مواظب باش تخت نشکنه. منو بغلت کن بگی بخواب، خیلی سردمه. یه خورده برو اون ورتر. قبول نخور. راستی مدیر احمق چی فکر میکنه؟ خیال میکنه با این سنارسشه که میده خودمونو به مشتریاش فروختیم؟ ای ولش کن بابا، بگی بخواب. راستی که خواب چه کیفی داره. روخی چیه؟ میگم به عقیده تو میلیونرها چه شکلی هن؟ یه شکم دارن این خمره، یه دماغ دارن اینه و کدو. وا دیگه چی؟ بیشوخی میگم. چشماشون ریز ریز، دهن گشاد، لبای کلوفت سیاه، یه بوی بدی هم میدن آدم حالش به هم میخوره. نه بوشون دیگه مال چیه؟ آخه اونا درست حسابی که حموم نمیرن. تو اتاق خوابشون یه حموم دارن، صبح به صبح خودشونو گربه شور میکنن و را میفتن. مرده شور. روخی روخی بذار بخوابم. میگم میلیونرا مثل ما میخوابن. پس نه، سرشونو میذارن جای پاشون. نه میگم تخت خوابشون هم مثل ما به این کوچیکیه. بگی بخواب دختر، وقتی آدم خوابش برد که دیگه فقیر و گدا فرقی نمیکنه. منتها با این فرق که ما با خیال راحت میخوابیم، اما اونا تا صبح وول میخوان حساب پولاش نمیکنن. حالا یه خود برو وطن قلب من نچسب. افتادم نکنی جان. ۷۰۰,۰۰۰ تومن. معرفتی نباشه میخواستیم یه عرضی بکنیم. جسارت ها؟ از وقتی حاج آقا فوت کردن شما اصلا به خودتون نمیرسید. اون مرحوم که دست تنها نبود. شما میخواین خودتون تنهایی همه کارا رو روبرا کنه، اینم که نمیشه. نیا کنین آقا، از قدیم ندیم گفتن زن بلاست، اما هیچ خونه بی بلا نباشه. به مولا موفقی شما اصلا دیر نمیریم. منظور عرضمون اینه که شمام باید یواش یواش فکر سر سامونی واس خودتون باشی. نه؟ اگه دروغ میگیم بگین دروغ میگی. ما را واش داریم با چی اختلاط میکنیم؟ سلام عرض می‌کنم.
عرض کردم راننده مرخصه بره. اطاعت. بره روزو. پس از کشتن می اندازید نشم پشت دیوارش که غوغای سگون ترسم کند از خواب بیدارش. او او با خانم مگه نهیدی؟ این که تاسکی نیست که. میدونم اما خیلی دیرم شده، ممکنه منو به خیابون تفنن برسونین، خیلی ممنون میشم. بیا بالا جهنم، ازش که کرس که نمیاد که. مریض داری خانم؟ کاش مریض داشتم، کارم دیر شده، اربابم منتظر بهانه است که عذرمو بخواد و حقوقمو نده. آخه واس چی؟ آدم بی وجدانیه، تا میتونه از آدم کار میکشه بعدم مثل توفالی لیمو آدمو میندازه دور. عجب بیمعرفتیه. بله من تازه اومدم تهران، مادر و برادرم آبادان هستن، من کار میکنم که زندگی اونا رو روبرا کنم، بالاخره مجبور شدم تو این کافه کار کنم. شما اونجا گارسونی؟ نه آقا من خوانندم، اسمم پروینه. زنده باشی پروین خانوم، کافه کجاست؟ کافه رضاقلی محکم تو خیابون تفنن، شما که باید بشناسین. ای از وقتی که پیش کامران خان میلیونر صاحب اتومبیل کار میکنم اون کارا رو گذاشتم کنار. میبینی همشیره آدم از راه چی میگن با شرافتمندونه کار بکنه همیشه خدا باهاشه. ما هم دیگه دور کافه معافا رو خیت کشیدیم، الان 3-4 سال مثل بچه روبرا اول شب میریم خونه. اما خودمونیم دلم واسه یه دعوای مشتی لک زده، فقط حریف پیدا نمیشه که دست پنجه نرم کنیم. ما که شب و روز گرفتار دعوا مرافع هستیم، اگه بخوام دختر نجیبی باشم باید از شرافتم دفاع کنم، مشتریم که این حرفا رو نمیفهمه، مدیر کافم دنبال پول مشتریه و بس. او غلط کرده جیگرشی در میارم. اسمش رضاقلی محکمه، از آهن سفتر باشه شورش میکنم. خلاصه برادر خیلی بدبختیم، باید ساخت دیگه. قصهشو نخورده هاشت که نمارده. ببخشید دست راست جلوی اون کافه نگه داریم. خوش اومدی. ای روزگار ببینم این اتومبیل چی بود؟ یه اتومبیل معمولی. معمولی؟ آره جون تو، مال کی بود؟ مال کامران خان میلیونر. نفهمیدم میلیونر؟ میلیونر از کجا به تور انداختی؟ همینطوری دیگه. برو حق باز، تو دیشب آرزوی میلیونر میکردی، چطور شد امروز صاحب میلیونر شدی؟ راست شو بگو، چاخان نکن. والا خودم هم نمیدونم، دیر شده بود جلوی یه اتومبیل دست نگه داشتم اونم منو رسوند. گوش کن ببین چی میگم، تو بعد از امروز رول نامزد میلیونر رو بازی کنی که اقلا مدیر کافه اذیتت نکنه، سرم هم حقوقتو بده. مگه میشه به همین سادگی؟ من گفتم اونم باور کرد. هر چی میگم گوش کن، همه خیال میکنن که تو با کامران خان رو هم ریختی، خب بذار این خیالم بکنم. یاروه برگشت. سلام علیکم. اوه تکمز را این کیفو بده خانوم. زمنان مواظب باش اگر این دفعه چشات زیادی حرکت بدی ها از پس گردنت بیرون بکشم، فهمیدی یا نه؟ نگاش کن بده اوراقت کنن دوست آدم حسابی ازت در بیاد. نفته پروین خانوم نامزد ارباب منه، نه اسناس. ارباب؟ آره ارباب. ارباب من کامران خان میلیونر،
که صد تا تو و کافت و یه جا و یه ها میخره. آها او شب میام عقبش فهمیدی؟ نفله ای ای بیا 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 نه بابا مرگ من راست میگی؟ بگو جون تو من بمیرم مرگم راست میگی؟ تو میمیری؟ برو از حضرت علیه پروی خانوم از قول من تمنا کن یک دقیقه اتاق منو به خودم خوش و مزایم فرام بدو چه چه جونم کارا درست شد سلام عرض میکنم خانم با من کار داشتیم؟ خانم ما از داشتن هنرمندی مثل شما به خودمون میبالیم امیدوارم که عرایض دیشب چاکر اسباب دلخوری سرکار خانم نشده باشه منظور بنده سرکار علیه نبودید منظور من این مرک احمق بود بنده؟ بله دیگه و الا ارادت چاکر بله. ترک بردار نیست مدیر میگه ترک بردار نیست خب که فرمودید آشنایی شما و ایشون بر حسب اتفاق صورت گرفته میگه تو با بر کنار بچه الو بله چطور؟ بله خواهش میکنم گوشی دستون باشه پروی خانم با شما کار برم کیه؟ از تجارتخانه کامران خانه این دربونه درب داغون رو طوری عربش کردم که دیگه از این غلط ها نکنه خب بعد چی شد جیگر؟ بعد؟ چطوری جونی؟ حالت خوبه؟ چطور؟ نفهمیدیم حالا دیگه واسه آجی جس بلند میشی؟ قربونت برم چقدر تو ماهی آه کاش که تو پول نداشتی میدونم جونی دل به دل را داره منم دلم برات تنگ شده اما نمیتونم با عروسی کنم من ممکن نیست کارمو ول کنم ایوا این یه هنریه من کارمو دوست دارم خب پس از قرار حرفی که ما به دربونه گفتیم شیرین کاشته و میزون جور شده کامی جون پول که کسی رو خوشبخت نکرده ای کرده کرده کی میگه نکرده بو کرده تو چقدر خوبی جون کامی من فقط لطف و محبت تو رو میخوام حالام راجع به عروسی حرف نزن من هنوز تصمیم نگرفتم معلومه تا وقتی تصمیم ازدواج با تو رو نگرفتم تو همین کافه آواز میخونم بیا خاک بر سر ما چه مجه یه دونه دیگه هم بفرست شاد چیم قربونه نه بسته خیلی خوب اینم یکی دیگه جون تو ما دیگه ما چه تیل غلافی نهیده بودیم بسته دیگه زیادیت میکنه نمیدونم چی ازش میخواد میگه زیادیت میکنه ماشین آره آخر شب بفرست نه خودت نیا مگه میلیونرم میاد تو کافه درجه 3 بوگندو بله دیگه همون شوفره رو بفرست واردش کن حالا دیگه ما شدیم شوفه الو الو عجب ناو خب چی شو خب چی شو همون جور که گفتی رول نامزد میلیونر رو بازی کردم باریکلا خوب کاری کردی اما از عاقبتش میترسم نه ترس خدا بزرگه معلوم میشه این شوفره خیلی آدم خوبیه دلم میخواست وقتی با شرف میزدم قیافهشو میدیدم من تعریف کن ببینم چی گفتی اما راستشو بگو راستش اینه که به وسیله پروین باید از کامران خان میلیونر پول قرض کنی و الا طلبکارا این کافر زیر رو میکنن درست میشه آقا درست میشه عالیه عالی عالیه عالی نامزد میلیونه چون تو از این بهتر دیگه نمیشه این ناجنسا رو به تزیین واداشت خب تا آخر ما سرستاشو در نیار که اقلا میلیونه رو نداری حقوق آخر ما تو داشته باشی قربونه تو
بلیط هواپیمایی کلم جناب علی حاضر. بسیار خوب. مطمئن هستین که کار دیگه ای نداری؟ کار ندارم. نامه‌ای برای ماشین کردن نداری؟ بفرمایید بیرون. پس اون تجارت خونه‌ای که فرمودی؟ گفتم بفرمایید بیرون. الو؟ بله 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 بله. در بازای چماه را آغوشت سوی من بکشای چه دو چشمت افزون کاری چه خبر از دردم داری تو نخوندی راز محنت ز نگاه حسرت باری همه شب من دامان هجرانت گیرم تو بیا تا چون آتش دامانت گیرم فانه بری امشب دیگه مال مایی ولت میکنم فاداتا اسم الله دست زن شدم آجا کن بیافت جلو امشب دیگه با حاجی دستی بیافت جلو بیشرف بلم کن بیشده بیافت چه همه را ببخشینا چه خبره چه خبره آقای مواقعی هوا پسه در رو حالشون بیارم این جاهل های بی معرفت باید ادب بشن باید درست بشن آقا نه میتر هم افتضاح به روزنامه ها بگیش اون قضیه بگوش کابرا خان برسه مگه نشدیدی دربونه میگم شوفر میلیونر هست میفرستدش اینجا مواده پروین باشه نه لازم نیست آهای مابه بیه بری به شوفره کمک کنی بریم درست میشه بودی بیرون بودی بیرون 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 یکی دیگه بیرون بیرون بیرون
اسکلت اول ایرناشی بده بیاد ببینم بله گمشو برو بیرم قربو من تا میخواهم گارسونی بله قربان یه چیزی بده بخوریم تشنم نفله از سایه میارم چونم قلومم به به خیلی خوشحالم به خوشحالی از ماست خانم اختیار دارین عجب حکایتیه بابا چرا اینطوری میشم به خدا اولی کله بله هیچی بابا عرضی نکردین ای والا برم تو چشاش چی ساخته افا چی دارین میگین تو رو خدا چیه هیچی خانم جیگرتو برم چه ماهه پروین خانم به دادم برس مشتری خفه شد چی شد ناراحت شدی آهای گارسون یه قرص بیا بله قرص چیه علاج درد ما بکن حضورت عرض میشه که اصلا تو بگو کجایی یادم رفت چی میخوام بگم نکنه من نامحرمم خدا قلومی را از این ورداره کی میگه شما نامحرمی الهی کی میشه ما با هم محرم بشیم خب نوبت منه من میرم بعد برمیگردم بخورم الهی پروین خانم دستم به دومنه علومی داره دست میره اگه کاری نکنی فاتحه همون خونده است نفهمیدم این دختره چطور شد یه ها مثل تیر رفت تو چشم و پاک برمون کرد نکنه عاشق شدی به همین زودی مثل اینه که با این دختره 100 سال آشنا پروین خانم تو رو به خدا یه کاری بکن که ما امشب بتونیم دو سه تا لغت با این دختره حرف بزنیم خیلی خوب سلامت اونم مثل این که از تو بعدش نیومده درست میشه فعلا برنامه‌شو تماشا کن تا بعد باش صحبت کن نه دیگه نمیتونم نگاش کنم من میرم بیرون کمی هوا بخورم هوا اینجا کلافم کرده قربون تو سلام سلام شما پروین رو ندیدین؟ نه ولی به من گفت که شما رو برسونم شما خیلی قشنگ میرقصین ها شما هم خیلی خوب کتک میزنین نفهمیدم چرا این پروین بدجنس امشب منو قال گذاشت و رفت بفرمین خودم شما رو میرسونم بفرمین منو با شما نبینن بهتره آخه کامی خیلی حسوده خب معلومه کسی که گنج به این گران باهایی داشته باشه بایدم شب از ترس دوست خوابش ببره خب شب بخیر آها امشب افتخار بزرگی نصیب من شد خداحافظ غلام سرکار هستم جان نثارم شب بخیر کی بود؟ کی بود؟ بر پدر مردم آزار لعنت نصف شبی هم نمیذارم ما یه چلسی بزنیم آره تو بمیری نامزد میلیونری رضایت تو حاصل مونده رضایت اون Thank you.
روان آه سهر ناله شب این همه از اثر لطف شما میبینم جانا خیال عزیز منم آن پوست قلوم ماهه نمیدونی چه پسر خوبیه تو کی اومدی؟ همین الان خب بخواب دیگه Thank you.
پشتکیه، چی میگن؟ ها، وارونه است. یکی انقدر داره که نمیدونه چه خاکی به سرش بکنه، یکی مجبوره یواش را بره نکنه گشنش بشه. هر وقت یاد این دختره بیچاره میفتم سه چرک آب میشم. تو نمیری بعد یه کاری واسهش بکنم، ولی این هیکل واسه لای جرس خوبه، فهمیدی؟ ببینم تو برگ چغندری یا آدمیزاد مغزتو به کار بنداز دیگه. نه هیکلت که تکه به مولا. سلام قربان، بفرمایید. بفرمایید. تو کله تو خاکره ریختم؟ فکر نمی کنم قربان. صد دفعه گفتم در مورد کار این کلاه رو حق نداری سرت بذاری. کلاه؟ بله. ببخشید قربان، کلاه است دیگه، گای میره سر آدم. همونطور که زندگی تو عوض کردی خودت هم باید عوض بشی، فهمیدی؟ اطاعت میشه قربان. حرکت کن. اطاعت میشه. بفرمایید. خلاصه به همراه تو هر چی خود چی قایم کنه بالاخره به چنگ اون بیاد. پول مردمه که نمیشه به آسونی بالا کشید. اخلاق فامیلی شیمه. خلاصه تا آخر ما وقت داره. اگه طلب ما رو نداد یه تیکه چیز سالم تو کافه واسش نمیذارم. بله خیلی باشه. صد دفعه به تو نگفتم تو کوچکتر از اونی که پشت این میز بشینی؟ شما گفتین طلبکارا که اومده اینجا بشینم که شما برین زیر میز. من به تو گفتم اینجا بشین؟ بله. صدای پام یاد برو زیر میز. ای داد بیداد اومدم. سلام. اونجا چی کار میکنین آقای مدیر؟ هیچی، داشتم این گلای قالی رو میشمردم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش. الو؟ دوزندگی پرنس؟ مرد شور؟ بیا اینجا از روی این کارت تو زندگی پرنس رو بگیر. زود باش پسر، شماره رو بگیر. الو؟ تو زندگی پرنس؟ گوشی خدمتون باشه؟ گوشی خدمتون باشه. بفرمی خانم، بفرمی. الو؟ زندگی پرنس؟ راننده کامران خان اونجا؟ نه خیر، اما اومدن خبر دادن که نامزده آقا چند دست لباس سفارش میدن. خودتون نیستی؟ بله خودمم. برای اندازه گیری چه موقع تشریف میارید؟ ساعت چهار میام، فقط خلوت باشه چون من حوصله جمعیت ندارم. مطمئن باشین. چشم، خداحافظ. پروی خانم، شما رو به خدا قسم منو با آقای کامران خان آشنا بکنید. بالاخره این کافه مال خودتونه. شاید راضیش بکنیم با گروبر داشتن این کافه یه پولی به ما قرض بده، ما رو از این ورشکستگی نجات بده. وا چه حرفا، کامی جون انقدر گرفتاره که محال اصلا به این موضوع کوچیک برسه. نه آقا، عملی نیست. خواهش میکنم. منم خواهش میکنم.
تو دیگه خفه شو احمق. چشم پروی خانم، امروز اینجا فردای قیامت سر پل سراب دامن تو میچسبم. باید یه کاری بکنی ویلا مجبورم خودمو بکشم، اون وقت جواب خون منو شما باید بدی. درست میشه آقا، منم مجبورم خودم بکشم جواب خون منو شما بدی. خفه شو احمق. پروی خانم تو رو به خدا یه کاری بکنی، حتما باید منو با این کامران خان آشنا بکنی. منم آشنا کنی. خیلی خوب، امشب باش صحبت میکنم ببینم وقت داری یا نه. متشکرم، ممنونم. متشکرم، ممنونم. عالی شد. درست میشه. خداوند یه مرگ سریع به تو احمق بده. الو، روزنامه بوق صبح، یه خبر براتون دارم که هزار تومن میارزه. چی؟ گوشی رو چرا نگردنم؟ سرویس خبرگزاری؟ با با، مگه اونجا کافه است که سرویس داره؟ خب آقای سرویس گوش کن، یه خبر مهم. نه جون تو، چی کار داری با کی هستیم؟ نه جون تو، خبر دروغ نیست. کامران خان میلیونر معروف میخواد ازدواج کنه. میگی نه؟ ها، از خیاط خونه پرنس بپرسین که نامزدشون لباسای عروسیش سفارش داده. آره تو نمیری؟ عکاس بفرستین، عکس تفصیلات بندازه تو زمه. آره، زنده باشی. اینطوری از خودشون میسازن. مردم مسخره کردن. بابنده بودین قربان. این چه وضعیه؟ برو بیرون الان. چشم. گلومی دست گلاس که یکی یکی به آب میدیا. سلام عرض کردم. خیلی احمقن اونا که این شایعات درست میکنن. زود برای اداره یلا. آره قربان، خیلی احمقن، خیلی ناکسن. زود باش برو. اطاعت. یلاتون تر. زود باش. نوشته خواننده کافه. همین آواز خونم براش خوب بود. ولی نمیشه باور کرد و ارباب این طوری ها نبود. ایناش دیگه. ارباب اومد. بارده واقعا کثیفه. آره. چرا اینطوری من نگاه میکنی؟ ججون قربون همینطور. من جوری نگاه نمیکنم قربون. نه خیر، خیلی هم بد جوری نگاه میکنی. عادتمه قربون. تو سرت بخوره. چش. به جای اینکه به کارتون برسین هی به قیافه من نگاه میکنی. اینا چیه؟ صورت حساب قربون. خیاطخونه پرنس؟ بخون ببینم. قیاد خونه پرنس، صورت حساب جناب آقای کامران خان، سفارش بانو پروین، محل تحویل کافه شادی. کی مزخرف میگی؟ کافه شادی پروین خانوم، اینا چیه؟ قربون اینجا نوشته. خب باقیشو بخون ببینم. 5 دست لباس زنانه، 3 دست زیر پیراهن، زیر پوش و یه چیز بدی. وای دارم دیوونه میشم. نمیفهمم اینا رو کی سفارش داده. خواهرای من که اینجا نیستن.
سفارش پروین خانومه. بس دیگه خفش احمق. پروین خانوم، پروین خانوم کیه؟ من هم چی کسی نمیشناسم. زود تلفن کن ببینین کیه. قربان نمره تلفنش تو دفتر یادداشتتون نیست؟ احمق میگم نمیشناسمش. نمرش تو دفتر من چیکار میکنه؟ زود باش تلفن کن ببینم کیه. اینا ها پیدا کردم. خیلی خوب نمرش بگیر. بده من خودم حرف میزنم. الو؟ اینجا شرکت پرسپولیسه. من کامران خان هستم. میخواستم با پروین خانم صحبت کنم. چی؟ کامران خان؟ پروین؟ چه همین هسته. گوشی رو داشته باشی. همین الان درست میشه آقا. همین الان. خواهش میکنم. آقای کامران خان، حضورتون عرض کردم که گوشی رو محکم داشته باشی. همین الان درست میشه. قربون شما. همین الان بهش اطلاع میدم. خاطر جمع باشی. آقای کامران خان، بهتون گفتم گوشی رو. آو چه خبرت گنده بک. الو؟ بله بله. چی؟ کامران خان، پروین خانم، چشم همین هست. خواهش من گوشی رو محکم نگه دارید. کامران خان، پروین خانم، پروین خانم، بلبل داره پای تلفن شما رو میخواد. وای ناراحت نباش، من درست میکنم. خودم جواب میدم. پروین خانم، بفرمایید پای تلفن. این کجا رفت؟ جونه. الو؟ شما آقای کامران خان هستید؟ اوه، قربون موچ پاهات برم. نه خیر، من پروین نیستم. مگه پروین به شما نگفته بود دیگه اینجا تلفن نکنی؟ نه خیر، مشغول تمرین هستم. وقت ندارن با شما صحبت کنم. ها؟ بعدن تماس میگیرم. یعنی چه؟ این چه افتضاحیه؟ وای سرم ترکید. کیه؟ برای مصاحبه اومدن خانم. بله. وای نمیدونم چی بگم، تا حالا از این کارا نکردم. رخی جون دستم به دامنت. صبر کن یادت میدم. بهش بگو لختم یه روب دیگه بیاد. لباس تنم نیست، یه روب دیگه بیام. ببینم راست میگه. حتما راست میگه. ببینم برای فال گوش لخته. بریم تو دفتر، من همه اطلاعاتو در اختیارتون میذارم. خب ببین، باید خیلی با این روزنامه نویسه گرم بگیری. نذاریم زیاد ازت سوال بکنه، چون مچت واز میشه. خب. بهش مهلت نده حرف بزنه. از خودت هر چی دلت خواست بگو. کی به کیه؟ خب من میرم تا این کوچه پهلویی کار دارم، زود برمیگردم. خداحافظ. قربون تو. با خانم پروین کار داشت. همه روزنامه نویسا رفتن. من روزنامه نویس نیستم. میدونم. همه همینو میگن. من یه کار خصوصی با مدیر دارم. اله و بله. نه جونم، دستور اکیده. اولش معلومه که جای گندیه. بگیر. خب حالا بگونم اتاقش کجاست. تایر آرست، بفرمایید. ببخشید خانم، اتاق پروین خانم کجاست؟ اون دره. مرسی. کجا هستی؟ سلام. من اومدم اینجا بگم خانم شما به چه مناسبت. میدونم، خیلی ببخشین که معطلتون کردم. چرا نمیفرمایید بشین؟ من اومدم بگم که آخه به چه مناسبت. این سیفه منو بالا بکشین. مرسی، بفرمایید بشین. بفرمایید خواهش میکنم. من میخوام بگم که ده. بفرمایید. شما خانم از کی با کامران خان آشنا شدی؟ باریکلا، چه خوش زبون. اگه اینجوری من اصلا به سوالاتون جواب نمیدم. جواب نمیدی؟
لابد اون وقت تو روزنامه‌تون بهم فوش میدین. روزنامه؟ لابد میخوایم بگین خبرنگارم نیستین ها؟ خبرنگار چی خانم مسخره کردین من؟ واه چه عصبانی، اصلا این قیافه عصبانی بهتون نمیاد. پاشین بیاین اینجا. بیاین. خانم من بیاین جلوی آینه بیاین. این کلاه و این عینک دروغی از چشمتون بردارین. آها اینجوری. خب حالا خودتون رو تو آینه نگاه کنین ببینین چقدر از اول خوشگل‌تر شدین. آخه مگه شما پیرین که عینک میزنین و عصا دستتون میگیرین؟ بیاین اینجا. آخه بیا اینجا بشین. خانم آخه شما نمیذارید من حرفم بزنم. تو هم چقدر کم حوصله هستی؟ اینجا بشین تا برات هر چی میخوای بگم. خب منو کامی جون. کامی جون؟ آره دیگه، من بهش میگم کامی، اون به من میگه پپر. پپر؟ آره جونم، اینقدر وسط حرفم ندو، وقت زیادی ندارم. منو کامی جون با هم دیگه در روم آشنا شدیم. روم؟ قم؟ آه بله دیگه، در قم با هم آشنا شدیم. بله در قم. بله. بعد؟ خب بعد؟ پدر و مادرش با ازدواج ما مخالفت میکردن، اما خود کامی جون قضیه رو حل کرد. بازم میگه کامی جون؟ ای خدا دارم شاخ در میارم. خانم جون من منم از دست شما دارم شاخ در میارم. از دست من؟ از بس وسط حرف من حرف میزنی. خلاصه قراره با هم عروسی کنیم، اما خیلی به پولش مینازه. من هیچ خوشم نمیاد. میدونیم پول خوشبختی نمیاره. پروینم فقط پولشو بخواد. کی از پول بدش بیاد؟ وگرنه میلیونر جز پول چی داره که آدم عاشقش بشه؟ بله. تو خونه آدم گرسنه عشق از یه در وارد میشه، پنجره دیگه فرار میکنه. بعد که خیلی اصرار کرد منم قبول کردم. خب خانم ممکنه بفرمایید که این کامی جون شما چه شکلیه؟ چی بگم والا، خیلی بد ترکیب. بله؟ خب همه چیزو که خدا به یه نفر نمیده. قد کوتاه، شکم گنده، صورت پرخال و زیگیل، کله کچل. چیه سرتون درد میکنه؟ درد؟ داره میترکه خانم. ای وای نکنه سرما خورده باشین، قرص میخواین؟ نه مچم. پس گفتید شما به این آدم شکم گنده هیچ علاقه نداری ها؟ اینو میپرسین تو روزنامه بنویسین؟ نه همینجوری پرسیدم. نه دوستش ندارم. ببینم شما زن دارین؟ اینو میپرسین که تو روزنامه؟ نه همینطوری پرسیدم. نه زن ندارم. خب به اجازتون مرخص میشم، فردا برای گرفتن عکس میام. آخه شما هیچی از اینایی که گفتم ننوشتین. اینجاست، ممکن نیست فراموش بشه، ممکن نیست. خب تا فردا خداحافظ. پیرم که اصلا بفرستید کمی گل بخرن بیارن. این چه وضعیه؟ همه مثل مرده بیذوق و احساسات هستی. چشم بر. ببینم تو هیچ عاشق شدی؟ عاشق؟ بله قربون. خب اون وقت چطور شد؟ هیچی قربون. چطور؟ هیچی؟ یعنی قربون یه نفر من تو اتاق نشد. آه احمق، میخواستی در رو ببندی. ببخشید پروین خانم که مزاحم شدم، اومدم راجع به ملاقات با کامران خان تاکید کنم. دلم میخواد فقط یه مرتبه ایشونو ببینم. آقای محترم من که به شما گفتم که کامی جون خیلی سرش شلوغه، ولی با وجود این چشم در اولین فرصت این کارو انجام میدم. چشم خیلی خوب. خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. تو عجب چاله خودم انداختم، میترسم آخر سر آبرون بره. برو بابا چه آبرونی؟ آخر ما حقوقتو میگیری، بعدش هم خدا بزرگت. خب اون خبرنگار دیروزی چی بهت گفت؟
حیوانکی خیلی خجالتی بود، اما من ازش خیلی خوشم اومد. دیتون، پس باید این دو نشون زدی، هم باهاش مصاحبه کردی، هم یه نفر برای خودت پیدا کردی. نه جون تو، هنوز که معلوم نیست، امروز قراره بیاد ازم عکس بگیری. متشکرم. هنوز هم جای گنگیه؟ چه تماتت برده؟ پروین خانوم مسی برو سر کاره. آها، تو همون کار که مرغ کباب میکنن برای دیدن عکساتون. بر جنس اقباس، چرا به هر مردم گوش میکنی؟ خب حاضرین؟ بله. بسیار خوب. بی حرکت ها؟ نه 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 اینطوری. آها اجازه دو چونتون اینطور نگه دارید؟ آها برای دیدن عکساتون. آها بسیار خوبه، خوبه خوبه. آها خیابون پهلوی. آها همینطوری بشینید بی حرکت، خوبه؟ آها باربیکیو اونجا که مرغ کباب میکنن. خیلی خوب فهمیدم. در اختیار عکاس بذارید، الان بهترین عکس رو میخوام از شما بگیرم. بی حرکت بشید. آها متشکرم. یه عکس رو میخوام برای روی جلد. بسیار خوب. چونتون این ورتر بیارید. بسیار عالیه. خوبه. آها شما خیلی خوش عکس هستید. آها بسیار خوب. متشکرم خانم. مرمت رو زیاد. خدا حافظ. خدا حافظ آقا. مرمت زیاد. عجاتون تکون نخوری؟ آها نه 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 نشد. اینطور نه. اینطوری؟ چونتون اینطور نگه دارید؟ زدید. می‌خواستین یواش طرف بزنید. خب که خانم راندوو هم می‌ذارن ها؟ از تو چه پنهون خیلی ازش خوشم اومده. لابد اونم از تو خوشش اومده که باد قرار می‌ذاره. و الا جونم کافه عکاس خونه نیست که آدم برای دن عکساش بره ببینه خوب شده یا نه. خلاصه می‌ترسم خبرنگاره بفهمه، خیال کنه کلاه بردارم، دیگه سراغم نیاد. کامران خانم ازم شکایت کنه، به کلی آبرون بره. از همه بدتر، مدیرم بیرونم کنه، از اینکه اصلا بیچاره تر بشه. قصه نخور، باید قلومو پیدا کرد که این آتیشا رو روشن کرده. نمیدونی چه آتیش پاره‌ایه. خیلی ازش خوشم میاد، باید راجع به تو باهاش صحبت کنم. اگه دیدیش بگو ظهر بیاد همون کافه خودم با. سلام علیکم. سلام علیکم. حالت اینجور بسید؟ مرسی. بفرد. بچنگیرم. میدونستم میای. از کجا؟ آخه دل به دل راه داره بیم. خیلی عجیبه، شما اولین زنی هستی که انقدر دلم میخواد پیشش بمونم. چی میل داری؟ چی میل میکنی؟ من مرغ میخورم. دوتا مرغ هستی؟ اطاعت میشه. اگه منم این همین حرفو به شما بزنم لابد خیال میکنین دروغ میگم. اما شما اولین مرد هستیم که... آه باش مچه نگیرم. پس کامران خان میلیونر این وسط چی میگه؟ اه مرده شورشو ببرم به خدا. من بفرم. مرسی. بالاخره بعدها میفهمین که من دختر دروغگوی نیستم. دروغ که ابدا شما نمیگین، دروغگو دشمن خداست. شاید گاهگاهی دروغ گفتم اما به کسی ضرر نزدم، همه این ضرراش متوجه خود من بوده. ای کامران خان ماشینشو فرستاده عقبم. کو؟ اونها. این که اتومبیل میلیونر است. آره. خب من دیگه رفتم، خداحافظ. من دلم نمیخواد تو بری. بهمگی میشه کامی جون، اوقاتش تلخ میشه. اگه میتونم مجبورم، خداحافظ. خواهش میکنم نرو، به من ثابت کن که دوستم داری. جون شما نمیشه، باید برم، خداحافظ. منم نرفتم. متشکرم.
خیلی ناراحت میشتم اگه میرفتی. گرچه جای دوره نمیرفتی، برای اینکه حقیقتش اینه که من دوستم داری ها؟ منم حس میکنم که دوستت دارم. امشب میبینم تو کافه؟ آره دیگه. آخه من وضعم طوریه که نمیتونم. نه باید بیای، منتظرتم. چشم، برای خاطر تو میام. پروین خانم، امروز چهارشنبه است، تا شنبه بیشتر وقت نداریم. طلبکارا به من فشار آوردن، کافمو تعطیل میکنن. من جمعه حتما باید کامران خانو ملاقات بکنم. آخه دیگه فایده نداره، شما مدت هاست به من قول دادید حتما باید این کارو بکنید. برای اینکه مقدمات کارم جور کنین، فردا رو بهتون مرخصی میدم. جمعه شب در ده لیلا منتظرتون هستم. جا رزرو کردم. روخی جون تو راضیش کن، منم تلافیش سرت در بیارم. حالا پاشو برنامه تو اجرا بکن، مردم دارن بی‌طاقتی میکنن. خدایا چه گرفتاری شدم. گریه نکن پری جون، درست میشه. حالا پاشو برو برنامه تو اجرا کن پاشو جونم. شان کرده جدا گل برگش مرا شکوفه عمرم تا بدمی خزان هستی آمد نهال من قامت تا بکشی خزان هستی پسره ویلکن نی، نقشه های ما رو میخواد به هم بزنه. درست میشه آقا، درست میشه. من معتقدم آقا که بالاخره کارا درست میشه آقا.
ولی به شرطی که بذارن درست بشه آقا. این اواخر یه جوونی پیدا شده که نمیذاره درست بشه آقا، اصلا فایده نداره آقا. حواس پروین خانم رو خودش جلب کرده آقا و از میلیونره صرف نظر کرده آقا. الانم تو اتاقش آقا. پس همینه هی امروز و فردا میکنه ملاقات من و کامران خان جور در رو. بله آه پیدا کرد. چی رو پیدا کرد؟ داش خلوم. من ببینم داش خلوم باید پیدا کنیم بندازی به جونش. الانم تو کافه است. بود بره بریم. آقای داش خلوم نشستی همینطور نگاه میکنی؟ چه؟ بله اینا کار دیگه بلد نیستن. اینا از مردی لوتیگیری یه دونه ایکل دارن. چه خبرت صداتون سرت نیمون خودک؟ این روزا شما خواب تشریف دارین. چی؟ یه جوونه کمچین بدک هم نیست، دل از پروین خانم شما برده. آه؟ چطوری بهت بگم؟ چطوری نداره آقا، دستش میگه از شلاخ کلید اتاق پروین نشونش بده آقا، درست میشه آقا. چی؟ روزگارش سیاه میکنم، داغونش میکنم، جیگرش در میارم. جیگرش دور نده جناب، بدین به آقای مدیر کباب کنه به مشتری ها بفروشه. خفه شو مرک احمق. با کی بودی؟ مگه جز این مرک احمق کسی دیگه میگه هست؟ حرف نداره، بپا کنار، بریم. حالا قبول کردی که من یه موی تو رو با میلیون ها ثروت کامران خان عوض نمی کنم. اگه تمام پولش رو به پام بریزه باز تو رو انتخاب می کنم. خیلی متشکرم. فردا صبح ساعت 9 تو همون کافه منتظرتم. خیلی خوب. کجاست این پسر ژیگول که مامانش به اعضای زلفش میگه؟ با این شوفر کامران خان چه کاری کرده؟ برو برو خوش کارت نماشه، برو پشت. کجاست این ژیگول؟ سرم ببره. گوسفند نیستم که سرم ببره. به اعضای زلفش میشونم. کجا رفت این پسر ژیگول؟ کجاست؟ ها؟ کجاست این ژیگولو؟ الان زلفش ژیگول که مامانش به اعضای زلفش میشونه. فایت ما بجو. کجا رفت؟ کجا رفته؟ او این بستر ژیگول که مامانشو به اعضای زلفش میشونم. کجا رفته این؟ اینجام که نیست. او این بستر ژیگول الان حسابش میرسم. او این تو هم که نیستش. کجا رفت این بستر ژیگول؟ نه خیر آقا، فقط در روتیزش برای ماست آقا. هشت ندارن آقا، علوتیگیری فقط همین کلا رو دارن آقا. الان حسابش میرسم. ترسید آقا. ترسید آقا. جا خالی کرد آقا. ماسمالی کرد آقا. چه باقی قشنگی؟ مال کیه؟ مال یکی از رفقامه، رفت تو اروپا دست من سپرده. من هنوز هیچی از تو نمیدونم. تو برای من کاملا ناشناسی. تو هم همینطور. اما اینطوری لذتش بیشتره. آخه اینطوری که نمیشه. من باید برای تو بگم که... نه، هیچی نمیخواد بگی. Oh, shit.
بعدی مدیر رو با کامران خان آشنا کنیم. چی کار کنیم؟ خدا بزرگه. به قول آقای معاون درست میشه آقا، درست میشه آقا. من میرم باز میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ متشکرم خانم، مرسی. بله خانم هستم. بله بفرمایید. به به چه گلای قشنگی. بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید. کاش که قلوبم اینقدر عقلش میرسید. بله خانم؟ هیچی، با خودم بودم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا، حالتون چطوری؟ به به چه گلای قشنگی. چطور شد اوقاتش تلخ شد؟ نمیدونی چه گرفتاری شدیم، تو بد چاله ای افتادیم. هر بدی؟ نمیدونم، ممکنه. خب پس پاشو یه خود را برو ببینم چه جوری میشه. یالا پاشو، زود باش، معطل نکن، کار داریم. یالا آخه ده برو. نه نه نشد، میلیونرا که اینجوری راه نمیرن. ببین مثل من، یاد بگیر، خوب نگاه کن. خب حالا یه خود را بیا ببینم. یالا زود باش، بادش کن. آها بیا. خیلی خوب شد، حالا بشین اینجا، صبر کن. آها این سیگار رو بگیر، بذار من سیگاری نیستم. یالا بگیر، زود باش. خب حالا پاتم این زود پات. آها زود باش، ده دستم بذار اینجا. آها بکش یالا، زود باش. آها بکش یالا، زود باش. ای برو خفه بشه، بکش یالا، برو بابا، برو بمیرم. الهی آخه این چیش به یه میلیونه شبیه؟ نه استعدادش خوبه.
مثل میلیونرها بخوام ببینم. آره بخند. نه بابا، میلیونر که اینجوری نمیخنده. خیال میکنی مثل من و تو میخنده؟ اینجوری بخند. ده بخند. بخند. خیلی خوب. گوش کن، امشب بعد یه دست لباس مشکی کرایه کنی بپوشی بریم کافه لیلا. آخه به من بگید موضوع چی چیه؟ براش بگو. گوش کن، جریان اینه که چی دیدی؟ باید ببخشید، سیگارش خیلی بزرگ بود. اختیار بله. بزرگی از خودتونه. متشکرم رضا جون، بی خود به تو نگفتن رضا قلی محکم، و الا میگفتن رضا شدی. قرض از هستی؟ بله، قضیه رو پروین خانم برام گفته. چقدر لازم دارید؟ البته در حدود 100 تا، ولی در مقابل کافه‌مو به عنوان وثیقه. بسیار خوب، شما ترتیبش رو بدین، فردا صبح من میام کافه شما، چک رو بهتون میدم. بفرمایید صورت حساب. قربان اون امضاتون برم. بفرمایید. خیلی ممنونم قربان. فقط خواهش میکنم از این بابت چیزی به پروین نگید. امر جناب عالی رو چشمم، خیالتون کاملا آسوده باشه. متشکرم قربان. آه راستی، امشب هم برای دیدن برنامه پروین حتما میام. استدعا میکنم، منتظرتون هستم. قربان شما، تصدق شما. جانم، 1,000,000 ریال. جان رضا قلی محکم راحت شدی از قبل، رضا قلی محکم راحت شدی. چطور شد؟ چکو گرفتم. من رضا قلی محکم راحت شدی از غم، رضا قلی محکم راحت شدی از غم، رضا قلی محکم راحت شدی از غم. چه کد گرفت آخر میلیونره؟ چی میگی؟ نگفتم درست میشه آقا؟ کامران خان چکو امضا کرد و رضا قلی محکم هم 100,000 تومن پول یا مفت و گرفت و زد به چاک و فرار کرد. ده برو که رفتی، برم به بچه ها خبر بدم. ولی برم ای وای، چک بی محل کشیده، تمامش تقصیر من بود. باید به قلوم خبر داد، وضع دیگه خیلی خطرناک شده، من رفتم. رضا قلی محکم راحت شدی جانم. آقای مدی. جانم. جانم آقای مدی، میخوام یه چیزی بهتون بگم. بگو جانم، بگو، هر چی دلت بخواد بگو. چکو بدین به من، موضوع رو فراموش کن. چکو؟ چک بی محله. ببینی این جوونه که خودشو به شما میلیونر معرفی کرده، یه خبرنگار و عکاس بیچاره ایه. برای اینکه شما من از اینجا بیرون نکنی، این فداکاری رو در حق من کرده. من اصلا میلیونر نمیشناسم، همش دروغ بود. گم شون و منو دست انداختین؟ بیچارتون میکنم، توقیفش میکنم، میندازمش اونجایی که عرب قی انداخت، بدبختش میکنم. چه که بیمحل میکشه، همچی قیمه قیمهش میکنم. همین الانه میرم شکایت میکنم تا بفهمه با کی طرفه. Oh,
وفا جانان کی شود. من با ما دیگر شوه مکن ای سیمی بر شوه مکن با فتنگیزی ناز از نگهریزی تو خود همه نازی کن با ناز و تن نازی شوه مکن نسترم بوی من با ما دیگرش به مکن ای سیمی برش به مکن با فتن انگیزی آزیش به مکن با ناز و تن نازیش به مکن من تو را در برم همچه گل پرورم من تو را در برم همچه گل پرورم با من جان نشوه مکن با گل با نانشوه مکن با فتنگیزی ناز از نگه ریزی تو خود همه نازی شوه مکن با ناز تن نازی شوه مکن چون نسیمت من خوش بکشی دامن میکشی دامن تا دل بری از من تو خود همه نازی عشق مکن با نتو تا نازی عشق مکن ای سیمی تنم عشق مکن گل پیرا هنم عشق مکن ای سیمی تنم عشق مکن بازت نگیزی ناز از نگه ریزی تو خود همه نازی تو خود همه نازی عشبه مکن بیراهانم عشبه مکن بیزی میبرم عشبه مکن بل بیراهانم عشبه مکن توقیفش کنین آقا. سلام عرض میکنم چیه توقیفش کنین آقا؟ راست میگه توقیفش کنین ده. ایشون کامران خان میلیونر معروفه. چه کیشون چطور ممکنه بی معلومه؟ میلیونر است؟ قربان تعظیم پرتاب میکنم. دستتون رو بدید ماچ کنم. اون دستتونم بدید. یکم بگید تو ماچ کن. ابن درایون بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی باد ببخشید. بچا خلی محکم ببخشید. قهوه شو. جانم عالی میخونه عالی خیلی عالی به من به خانواده بیگناه من به این جوون بیچاره رحم کنید همش تقصیر من بود اون که گناهی نداره بگین حبسش نکنم من غلط میکنم با حبس معلومی که تو رو خوب نمیشناسی اون همون کامراخان میلیونر معروفه کجاش خبرنگاره خبرنگار من و تو هستیم که از دنیا بیخبری کجا رو نگاه میکنی؟ مگه ندیدی پاسبان رفت اون بیچاره رو پشت سن توقیف کنه؟ بازش هستی نگاه میکنی؟ پاشو یه فکری بکن نه ترسیگر
اونو واسه چه که علکی زندونش نمیندازن؟ آخه چرا؟ واسه این که اینقدر تو بانک پول داره که حسابش از دست خودش هم در رفته. چرا تو پنو حرف میزنی؟ مگه خبرنگارم پول داره؟ نه ماما، ولی کامران خان میلیونر پول داره. کامران خان؟ آره. این کامران خانه؟ آره، خود خودشه. نگفتم حاجیت کارا رو راسته ریس میکنه؟ ای وای بیچاره پروین، حتما خیلی ناراحت شده. پاشو بریم سراغش، لابا تا حالا خودش فهمیده. چیه؟ چرا گریه میکنی؟ چیه؟ خدا قصه نیاره، مگه ما مردیم؟ آخه چی شده؟ حالا من به چه رویی تو چشم کامران نگاه کنم؟ من خیلی اذیتش کردم، من لایق این همه محبت اون نبودم. اما اون چرا قلب بیچاره منو اینجور مسخره کرد؟ من احتیاج به ترحم نداشتم. خب حالا چرا گریه میکنی؟ الحمدلله که به خیر گذشت. بس دیگه گریه نکن. این فرمایشتا کدومه؟ مگه ما چوغلفیم؟ مگه ما نگفتیم همه کارا رو برا میکنیم؟ این که دیگه گریه نداره. من دیگه روی دیدن اونو ندارم. داش خلوم، یه خواهشی دارم برام انجام میدی؟ البته که انجام میدیم، نوکرت هم مثل ریگ به جون این تنه کفن کردم. یه خوردم از خودت مایه بذار. اخ نکن بیریخ میشی، بهت نمیاد. الان برو یه بلیط قطار رو بگیر. از کامرانم معذرت بخوا، بگو منو ببخشی. سلام، متشکرم بلیط برام گرفتی. دیشب کامران رو دیدی؟ چیزی نگفت؟ به خدا من در این قضیه گناهی نداشتم. نفهمیدی از من رنجیده یا نه؟ مگه تو هم اوقات تلخی که جواب نمیدی؟ تموم شد دیگه، کشتی مربس ناله کردی. تو یه مدتی از اسم اون استفاده کردی، اونم یه مدتی از خوشگلی تو، دیگه حسابی نداری. اما من با وجودی که نمیدونستم کیه خیلی دوستش داشتم. راستی عشق فقیر و پولدار نمیفهمی. تو چی میفهمی که عشق چیه؟ همش بلدی بگی هیکل تک اول، هیکلی اول فلانی. بازم از تو خیلی ممنونم، خدا اجرت بده داش خلو. خدا اجرمو داده. روخی جونمو یه راز از آسمون هلوپ پینداخه تنگ دل آجید. خب دست عقبه امرو خوش اومدید. خداحافظ. سلامت. جونم منم کامران خان میلیونر برای مردم، ولی همون خبرنگار فقیر برای تو. در دنیا هیچ چیز به اندازه عشق تو بر من ارزش نداره. یعنی لوگ در چالن اول هیکل به مولا. هیکلش تکه به خدا.